این روزها مسئله فلسطین و ارتباط ایران با گروه حماس یک بار دیگر موضوع دشمنی ایران و اسرائیل را برجسته کرده یکی از صداهایی که در انتقاد از سیاست حکومت ایران در زمینه فلسطین بلند شده فرزند یک نظریه پرداز حکومت ایران علیه اسرائیل است یاسین رامین فرزند محمد علی رامین است که نظرات پدر او علیه اسرائیل با سابی جهانی یافت یاسین رامین در برلین بر بنای یادبود هولوکاست ادای احترام کرد و برای اولین بار توضیح داد که چطور ازدواج با مهناز افشار یک ستاره سینمای ایران او را در برابر آیت الله علی ای رهبر ایران قرار داد یاسین رامین ممنونم که وقتتون رو به بی بی سی فارسی دادید ما قرار این گفتگو رو در برلین گذاشتیم شما مایل بودید به نمادهای هولوکاست یعنی قربانیان نسل کشی یهودیان در اروپا ادای احترام کنید پدر شما محمد علی رامین در جمهوری اسلامی یکی از بلندترین صداها در زمینه زیر سوال بردن هولوکاست بوده چطور فرزند محمد علی رامین به این نقطه رسیده؟ عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب و همه بینندگان عزیز بله ما در برلین قرار رو گذاشتیم و با حضور در یاد بوده هولوکاست در این شهر دلیلش همین این است که ما امروز در مقطع زمانی هستیم که موضوعات منطقه خاور میانه بخش زیادیش گره خورده به فضای ما در جمهوری اسلامی فضای سیاسی در جمهوری اسلامی و بهانه اون هم در سالهای گذشته موضوع هولوکاست بوده هولوکاست یک اتفاقی است که سوال اصلی اینه که هولوکاست کی موضوع شد برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی و برای ما ایرانیان هولوکاست چرا تبدیل به موضوع شده یا باید بشه موضوع انکار هولوکاست یک موضوعیه که من بذارید من رفرنس بدم خدمت شما که از چه سالی این موضوع در واقع در دستور کار قرار گرفت سال 1379 در خطبه های نماز جمعه آیت خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اولین بار با حمایت از روژه ضرورت طرح آزادانه مباحث علمی و جلوگیری از تاریخ سازی یهودیان رو مطرح میکنه سال 1180 در افتتاحیه اولین کنفرانس دفاع از فلسطین برای مرتبه دوم ایشون نازی ها و سهیونیستها رو متهم می‌کنن به اینکه سحیانیست و نازی ها با هم در ارتباط بودن همدست بودن در ارائه آمار دروغ توسط نازی ها و ادعای مطرح میشه تحت عنوان اینکه کوچ ارازل غیر یهودی به نام یهودیان به سرزمین فلسطین جهت زمین سازی برای اشغال فلسطین رامین ولی کنفرانس هولوکاستی که پدر شما یکی از برگزار کننده های اون بود تبدیل شد به یک مناقشه جنجالی شاید خیلی ها برای اولین بار در فضای سیاسی ایران در مورد هولوکاست بعد از اون قضیه شنیدند نمیتونم اینو از شما بپذیرم به دلیل اینکه رهبر یک جامعه تعیین کننده سیاست های کلان اون کشوره رهبری که در سال 79 در سال 80 در سال 84 و در سال 85 به کررات موضوع افسانه بودن هولوکاست تحقیق و بررسی هولوکاست رو مطرح میکنه قطعا این صدا به هم به گوش جهانیان رسیده و هم به گوش سیاست مداران رسیده بله کنفرانس هولوکاست در دوره آقای احمدی نژاد برگزار شد و پدر بنده هم درش نقش داشتن این سیاست گذاری رو چه کسی انجام داده و به چه دلیل انجام داده پس از کنفرانس هولوکاست هم باز هم در سالهای 87 90 91 93 2019 با توییت هایی از ا... پس شما میگید که آقای محمد علی رامین در این زمینه نقش چندانی نداشتند نه خیلی من چون این چیزی رو عرض نمی کنم ایشون هم نقش داشتند اما این وقتی شما ساختار حکومت رو در جمهوری اسلامی بشناسید ساختار سیاسی رو در جمهوری اسلامی بشناسیم این یه مقدار شاید ساده انگارانه باشه که یک مشاور رئیس جمهور یا معاون مطبوعاتی رئیس یعنی شما میگید که نباید همه کاسه کوزه ها رو سر آقای رامین شکست اصلا من با شکستن یا نشکستنش بحثی ندارم اما طراح رو و اون کسی که این فرمان رو صادر میکنه اون رو باید تحلیل برسی بررسی کرد این روزها موضوع مناقشه میان اسرائیل و فلسطینی ها در کانون بحث های جهانیه پدر شما در خودتون هم میپذیرید که یکی از بلندترین صداها در زمینه دشمنی با اسرائیل بوده و همینطور کسی بوده که هولوکاست رو زیر سوال برد. اینو که قبول دارید دیگه. بله خیلی خوب حالا پدر شما اتفاقا یکی از نظریه پردازان بوده در این زمینه شما در جایی نوشتید که ایرانی ها باید یک سوال کلیدی رو از خودشون بپرسن چه میزان از خونریزی و کشتار در ایران، اسرائیل و غزه و غیره به گردن ایدئولوژی جمهوری اسلامیه؟ اگه این سال رو اول از خودتون بپرسید چه جوابی برش دارید؟ خب ما هنوز به اینجا اصلا نرسیدیم به این سوال میخوایم برسیم که پاسخ این سال چیست؟ ما شما سوال رو به شکلی مطرح کردید که ما چرا ادای احترام کردیم به یادبود هولوکاست؟ بحث بر سر این بود که ما اگر جامعه و حکومتی نداشته باشیم که احترام بذار، حرمت بذاره به مقدسات دیگران به باورهای دیگران، نمیشه انتظار داشت که به ما احترام بگذارن هولوکاست یک واقعه تاریخی است که در اروپا اتفاق افتاده در آلمان اتفاق افتاده، آلمانی ها بهش اقرار دارن اروپایی ها بهش اذعان دارن و یهودیان روایتگر اون هستن چه میشه که ما 6000 کیلومتر اونورتر 60 70 سال بعد از یک واقعه تاریخی میخوایم اون رو به نقد بذاریم به تحقیق بذاریم مستقیم و غیر مستقیم اون رو انکار بکنیم چه هدفی رو دنبال میکنیم همین سال رو هیچ‌وقت از پدرتون پرسیدید بله بله من به کرات راجع این موضوع با ایشون بحث داشتم پاسخ ایشون این هست که وقتی رهبری چیزی رو تشخیص میدن این باید اجرا بشه یعنی این ایشون زوب در ولایت هستن قطعا بله ایشون زوبه در ولایت هستن این تعبیر در خصوصیشون تعبیر درسته درست خب حالا خودتون چی باعث میشه که بیاید و ادای احترام بکنید یعنی شما خودتون به خاطر نسبت خانوادگی که با یکی از نظریه پردازان زیر سوال بردن هولوکاست دارید در فضای روز احساس گناه میکنید اگر پرده تر صحبت بکنم من دلیل نداره احساس گناه بکنم چون من در چیزی که نقشی ندارم دلیل نداره احساس گناه بکنم اما من چون دوست دارم به جامعه من به فرهنگ من به وطن من احترام گذاشته بشه من هم به عنوان یک ایرانی احترام میگذارم به فرهنگ دیگران به باورهای دیگران و به وقایع تاریخی اونها درست خب من از نوشته های اخیر شما اینطور برداشت میکنم اینطور میفهمم که شما به شدت منتقد سیاست های جمهوری اسلامی در زمینه اسرائیل و فلسطین هستید درسته بخشی از انتقادها ها برمیگرده به سیاست های مربوط به خاور و اسرائیل و فلسطین موضوع اصلی این است که چه کسی و با چه تدبیری سیاست های کلان یک کشوری رو تعیین میکنه ما اگر از موضوع فلسطین و مناقشش با اسرائیل به عنوان یک موضوعی که در جهان اسلام بزرگترین موضوع هست مهمترین موضوع هست و آرمان فلسطین رو به عنوان یک اصل در نظر میگیریم و بعد عمق استراتژیک یک کشور رو جوری تعریف میکنیم که باید تحت هر عنوانی از موضوع فلسطین و آرمان فلسطین که هیچ وقت تبیین نشده که این آرمان فلسطین چه هست و چه ارتباطی داره آرمان فلسطین با ملت ایران و منافع ملی ایران وقتی اینها تبیین نشده این سوال ایجاد میشه که عمق که ما کجاست کی تعریف کرده و چرا باید فلسطین عمق که ما باشه این در جای خودش جالبه که من موازی جمهوری اسلامی رو به شما یادآوری بکنم ولی جمهوری اسلامی میگه که اسرائیل یک نیروی اشغالگره و ما اگر از آرمان فلسطین دفاع میکنیم به دلیل یک موضع گیری اخلاقی جمهوری اسلامی رو توی کانتکسی تعریف میکنه وقتی میگه ما از آرمان فلسطین و اینا صحبت میکنیم داره از یک سری تئوری نشأت نشد گرفته این اون هم تئوری امت امامته وقتی میاد میگه که ما رهبر جمهوری اسلامی ایران رهبر مسلمین جهان با هست داره یک امتی رو تعریف میکنه که این امامت مسئولیت این امت رو به عهده میگیره و بعد میاد فلسطین رو بخشی از اون امت در نظر میگیره و میگه ما لحاظ اخلاقی باید از اینها حمایت بکنیم دفاع کنیم اولا موضوع اسرائیل ربطی به این فلسطین و امت امامت و اینا موضوع اسرائیل و حضور یهودیان در منطقه یک موضوع سه هزار سال است چند هزار سال قدمت داره و تحولات, تاریخی اتفاق افتاده پس اساسا این که ما بگیم هولوکاست یک افسانه است یک دروغی است برای تشکیل اسرائیل و برای اینکه یهودیان رو کوچ بدن به منطقه فلسطین و اسرائیل تشکیل بدن این, این, این خلافه این تاریخ اثبات میکنه که این کذبه چون حضور یهودیان در اون منطقه برهای مختلفی در تاریخ وجود داشته رفت آمدهای وجود داشته و یک موضوع تاریخی چند هزار سال است موضوع هولوکاست کوچک کردن موضوعه که میخوان بگن که از جنگ جهانی دوم به بعد یهودیان رفتن در اون منطقه خیر همچین چیزی نیست این موضوع فلسطین بخشی از عمق استراتژیک که امت امامت تعریف شده و میاد تبدیل میشه به هلال شیعی در اون هلال شیعی موضوع فلسطین تعریف میشه اصلا مشکل از همین جاست که عمق استراتژیک ایران چرا باید به این شکل تعریف شده باشه چرا هرات سمرقند بخارا باکو قونیه چرا اینها عمق استراتژیک نیستن چرا مسلمانان در چین اویغورها وقتی اونجوری ظالمانه کشدار میشن اون, ج... اون, چرا درد امت اسلامی نمیشه چرا مسلمانانی که در افغانستان زیر یوغ طالبان هستن چرا اون درد امت اسلامی تعریف نمیشه چرا اینها عمق استراتژی که جمهوری اسلامی یا بهتره بگم عمق استراتژی که ایران نشده و در قبال اون میان میگن عمق استراتژی که ما فلسطین است و حالا دورش یمن حزب الله همه اینها مسئولیت آرمان فلسطین رو به میگیرن آرمان فلسطین چه سنخیتی با شیعه چه سنخیتی با ایران چه سنخیتی با منافع ملی مردم ایران داره و در, در همین راستا وقتی عمق استراتژیک رو به این شکل تعریف میکنن بعد ما شاهد جنگ های نیابتی هم میشیم که جنگ های نیابتی یک روزی مایه افتخار و پوزش رو میدن به فاصله 48 ساعت تکذیبش میکنن یعنی جشن میگیرن که بله ما بودیم ما آموزش دادیم ما حمایت کردیم سلاح ما بوده 48 ساعت بعد میان تکذیبش میکنن میگن ما اصلا اطلاع نداشتیم در مورد حمله به غزه در مورد حمله به در مورد حمله, حمله به, اسرائیل به اسرائیل, دارم, اسرائیل دارم. بله در مورد حمله به... این یک مثالی است حمله حماس به اسرائیل یکی از اون مثال هایی است که اتفاق افتاده چرا عمق استراتژیک ما این نیست که به جای جنگ های نیابتی صلح نیابتی داشته باشیم و ما گروه هایی رو داشته باشیم در جهان که بابت صلح در مقاطع مختلف این چینی ورود بکنند و اسمش رو بذاریم صلح نیابتی خب شما جالب هست هم به مسئله هولوکاست و موضوع مطرح شدن هولوکاست بعد جنگ جهانی دوم اشاره کردید هم به موضوع امت و امامت همین اواخر پدر شما مصاحبه کردن با یکی از خبرگزاری ها و دست بر غذا به همین موضوعات هم اشاره کردن و باز هم دست بر غذا پدر شما کسی هستند که خیلی به امامت و امت اعتقاد دارن مثلا از جمله معدود سیاستمداران جمهوری اسلامی هستند که به آیت الله خامنه ای امام خامنه ای میگن این مسئله امت و امامت یک مسئله اعتقادیه یا نوعی بدبستان و نگاه سیاسی متاسفانه بله پدر تئوریسین امت امامت به نوعی و در واقع واژه امام خامنه ای رو تئوریزی کردنش رو ایشون عهدهدار بودن در سالهای 68 69 و به شدت هم پای این موضوع ایستادند تا زمانی که بالاخره معروف هست که امام خامنه ای رو ایشون باب کردن هم در سپاه هم در رسانه ها تا جایی که امروز همه جا از این واژه استفاده میشه این یک موضوع ایدئولوژیکه یک موضوعی است که تئوری پردازی شده برگرفته از تاریخ شیعه و برگرفته از تاریخ امامان اما این به مرور امروز که ما میبینیم تغییر کرده یعنی ما از در جمهوری اسلامی از نایب امام زمان شروع کردیم ما در تاریخ ما شاه همیشه ذل الله بود شاه سایه خدا بود شاه هم به نام حکومت به نام خدا حکومت میکرد تفاوت قبل 57 و بعد 57 اینه که ما حاکمیت تاج رو تبدیل کردیم به حاکمیت امامه حالا در این حاکمیت امامه یک نایب امام زمان شکل گرفت نایب امام زمان یک پله تا معصومیت امام معصوم فاصله داشت این تغییر کرد بعد از نایب امام زمان ما امروز شاهده در جمهوری اسلامی امام 13 و امام 14 داریم تقدس و اسمتی که برای اینها تعریف می شود که شما می بینید هر گونه انتقاد در خود جامعه داخل ایران از سوی رسانه ها به شدیدترین شکلی باش برخورد میشه اسمت و قداستش بالاتر از خود خدا یعنی شما در خصوص وجود خدا کم و کیف خدا در داخل کشور میتونید صحبت کنید اما راجع به جایگاه ولایت فقیه و جایگاه امامت شیعه و این موضوعات امامت امامت به این شما نمیتونید اظهار نظر بکنید اینها قوام امروز جمهوری اسلامی در همین تئوری هاست فقط البته خب مسئله اسرائیل نیست شما در زمین های مختلف الان هم با پدرتون زاویه دارید و هم با جمهوری اسلامی شما الان اگر آدم به موازهتون نگاه بکنه نه تنها مخالف جمهوری منتقد جمهوری اسلامی بلکه مخالف سرسخت جمهوری اسلامی به حساب میاد این درسته ببینید ما جمهوری اسلامی شما از چی صحبت میکنیم ما از جمهوری اسلامی ایران اگر داریم صحبت میکنیم یعنی باید یک جمهوریتی درش وجود داشته باشه که جمهور رو هیچ وقت ما در این چهل چند ساله نداشتیم ما مردم کجای این جمهوری اسلامی نقش داشتند اگر دایه بر این است که در سال 57 رفراندومی وجود داشته و مردم درش نقش داشتند این جمهور باید در طول سالیان نقش داشته باشه مردم باید نقش داشته باشن جمهوریت رو امروز فکر نمی‌کنم دیگه خوشبین‌ترین فعالین سیاسی فعالین رسانه‌ای داخل کشور هم بهش اعتقاد داشته باشن که همان که در همین روزها رد صلاحیت های اخیر که اتفاق افتاد آخرین بارقه های امید دی رو هم کند یعنی پس کدوم جمهور اگر از اسلامی حرف میزنیم خب اینجا یه زمانی جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده این بعدا تبدیل شد در مرور به مرور زمان به جمهوری شیعه اسلامی اخیرا که تبدیل شده به جمهوری حزب ایرانش هم دیگه هست شده پس ما با چه چیز جمهوری اسلامی چه کسی الان دفاع میکنه از جمهوری اسلامی ایران وقتی مؤلفه های اصلیش بر خلاف تضاد مفهومی اصلا تغییر کرده یعنی شما میگید حکومت تغییر کرده در جایگاهی قرار گرفته که الان شما خودتون رو در جمله مخالفان سرسخت این حکومت تعریف میکنید اولا بنده سنم ن... سنم اجازه نمیده ایجاب نمیکنه من نقشی در اتفاقات 57 نه نه صرف نظر از اینکه شما نقشی داشتید یا نداشتید نه، یا بخوا... جایگاه پدر شما شما الان به عنوان کسی که در زمینه مسائل سیاسی اظهار نظر میکنید اه، به عنوان یک ایرانی چون هنوز پاسپورت ایرانی دارید شما هنوز تابع کشور ای نیستید تا چه که من بله. میدونم شما خودتون رو به عنوان مخالف این حکومت میشناسید تعریف میکنید درسته شما یک مخالف حکومت من دارم عرض میکنم حکومتی رو که در تأسیسش نقش نداشتی نسل من بنده و نسل من در استمرارش نقشی نداشته امروز شما میگین مخالف این حکومت نه تأسیسش نه استمرارش در ید نسل بنده و امثال بنده نبوده امروز ما فقط صرفا داریم آنچه که میخواهیم رو یا بهتره بگم آنچه که نمیخواهیم رو داریم راجع داریم صحبت شما نمیخواهید بله این حکومت. جمهوری اسلامی ایران حکومتی نیست که مناسب هویت ایرانی باشه مناسب آینده ایران باشه و مناسب ملت ایران بشه. شما گفتید در اووردن این حکومت بر سر قدرت شما و نسل شما نقشی نداشتید وقتی شاهزاده رضا پهلوی نوشت که پدرش محمد رضا پهلوی ایران رو عاشقانه دوست داشت شما نوشتید روحش شاد نامش جاویدان و یادش گرامی باد شما خودتون رو هوادار بازگشت سلطنت میدونید شما باید ببینید که از هر چیزی که میخواین صحبت بکنید چه میخواین اون رو به نقد بزنید، چه میخواین دفاع بکنین یا مخالفت بکنید، باید یه مبنایی داشته باشه تاریخ این کشور چیزی نیست که شما بتونید ازش عبور بکنید و اون رو نادیده بگیرید خاطراتی که مردم هر جامعه هر کشوری دارن با تاریخشون حالا این چه تاریخ چه تاریخی است که مطالعه میکنن چه تاریخی است که اونو زندگی کردن تاریخ معاصر ما حکومت پهلوی اول، حکومت پهلوی دوم و حکومت جمهوری اسلامی اینا بخشایی از تاریخ ماست. امروز کف خیابون‌های کشور در اون جامعه چی فریاد می‌زنن؟ رضا رضا شاه رو شاد رو فریاد می‌زنه. کسانی که رضا شاه رو اصلا ندیدن و درکش نکردن. چه چیزی باعث میشه که رضا شاه رو رو فریاد می‌زنن؟ اول از همه این که وضع موجود رو نمی‌خوان، حکومت موجود رو نمی‌خوان و در ثانی احساس می‌کنن که در تاریخشون اتفاقاتی افتاده. که امروز بازگشت به با اون شاید بتونه مسیر رو به جلو رو هموار بکنه ایده هم خب البته فریاد میزنن که نه روحانیت رو میخوان نه هم سلطنت رو در خیابان ها همینطور ما جامعه ما تشکیل شده از افکار مختلف آرای مختلف ما اه یک 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 روی کرد نداریم یک دیدگاه نداریم اما دیدگاهی که امروز رنگ پررنگ به خودش گرفته دیدگاه نه به وضع موجود نه به خب. وز حکومت موجود نه به جمهوری اسلامی خیلی خوب شما از جمله کسانی هستید که خیلی در شبکه های اجتماعی بهتون حمله می شده. گفته میشه که هواداران سلطنت هم در شبکه های اجتماعی حضور خیلی فعال و پررنگ دارن در شبکه های اجتماعی علاوه بر شما به همسرتون خانم مهناز افشار هم خیلی حمله می شده. همسرتون هستن خانم مهناز افشار دیگه درسته آیا شما به این شکل می از اون حمله ها مسئول بمونید؟ بعضی این رو مطرح می به اتفاقا همین حرفها باعث تشدید حمله ها هم میشه یعنی اینها باعث میشه که جبه های جدیدی به شما اضافه میشه در حمله ها بهتون اما شما وقتی ده سال داره بهتون حمله میشه عبور میکنید از اینکه چه بزنید که بهتون حمله بشه چرفی بزنید که بهتون حمله نشه خب موضوع حمله به شما پیش اومد شما در ایران پرونده داشتید ممنوع الخروج بودید همسر شما ایران رو ترک کرد این به جدایی تعبیر شد ولی شما جدا نشده بودید پیوند شما همچنان برقراره درسته ما در یک قایق مشترکی حرکت میکنیم و امواج رو طوفان ها رو یعنی همسرتون هستند خانم من ما شریک زندگی است درست خب به این دلیل من این سال رو ازتون پرسیدم که میخواستیم به موضوع دیگه برسیم برادر شما امین رامین اگر اشتباه نکنم خواهر شما صالحه یا سالی رامین و همینطور مادر شما و همسر شما اینا همه از قطار انقلاب به نظر میاد پیاده شدن اگرچه خب خانم افشار میگه که هیچ وقت در قطار انقلاب هم نبوده ولی پدر شما همچنان وفادار به انقلاب هست شما هم اشاره کردید که ایشون زوب در ولایت فقیه هستن چطور محمد علی رامین نتونسته خانواده خودش رو دلگرم به انقلاب نگه داره؟ محمد علی رامین یه چهره ایدولوژیکه یه چهره نظریه پردازه و وفاداریش به انقلاب از بابت این است که یک شخصیت ایدولوژیکه خانواده محمد علی رامین یک خانواده است که بخشی از جامعه ایرانه و مواجه بوده با همه اون پسی بلندی که جامعه ایران داشته شما جامعه وقتی سیر تحول داره خانواده و افراد هم بخشی از اون سیر تحول هستن سیر تحول شما بر اساس تجربیات شخصیتون و بر اساس اطلاعاتی است که به شما میرسه ما من خیلی از فیلم هایی که امروز در فضای مجازی پخش میشه من نمیدونم مثلا این آرشیف ها کجا بوده آرشیف هایی که از زمان پیش از انقلاب تا الان پخش میشه اینها چیزایی بوده که من نوعی به عنوان آدمی که اهل مطالعه بودم اهل تحقیق بودم نمیدونستم اینا چیزای مشاهدات امروز منه من نمیتونم این مشاهدات رو ببینم و باز هم ندیده بگیرم پس در واقع میخوام عرض بکنم این سیر تحولی هایی داره که برای کل جامعه اتفاق میفته و برای برخی خانواده‌ها شاید شدیدتر هم باشه چون اون با باورهاشون باورهای دیگری بوده شواهد زیادی وجود داره که نشون می عده زیادی از مردم ایران اعتقادشون رو به انقلاب از دست دادن البته باید اضافه بکنم که نظرسنجی مستقل و آزادی هم صورت نگرفته چون در ایران امکان نداره در میان فرزندان رهبران انقلاب و مقامهای حکومت هم بی اعتقادی یا فاصله گرفتن از نظام بیشتر از قبل دیده میشه حتی یکی از مدیران سابق دولت آقای احمدی نژاد همین اواخر آقای مهدی کلهور به این موضوع از آن هم کردند. به نظر شما چطور چنین اتفاقی افتاده چون طبعا اینطور به نظر میاد که کسانی که سر سفره انقلاب نشستند منافعی از انقلاب میبرند شاید کمتر در معرض فاصله گرفتن از انقلاب باشند ببینید ما خانواده های من از جانب کسی نمیتونم صحبت کنم اما خانواده های مسئولین حکومتی مسئولین دولتی چرا اینا درشون تفاوت ایجاد میکنه ایجاد میشه بعضا با پدرشون و مادرشون و والدینشون و فضاهای اونها به دلیل اینکه این فرزندان ارتباط اینها با جامعه خیلی بیشتر از پدران و مادرانشون است اینا در جامعه زندگی میکنن اینا در جامعه حضور دارن حالا شما اگر به دلیل سری وابستگی هایی که حالا اون وابستگی ها میتونه سیاسی باشه اقتصادی باشه هر چه باشه الغه خودت رو حفظ میکنی الزاما به این مفهوم نیست که باور خودت رو حفظ کردی بلکه شما باورها در مسیر تحولات جامعه رنگ میگیره به خودش حالا اینکه شما اونو ابراز بکنی یا نکنی برمیگرده به شرایط خاص زندگی خودت که من راجع به دیگران نمیتونم نظر بدم نه قضاوت کنم از زبان خودم صحبت میکنم اما پاسخ سوال شما اینه که دلیل این تغییرات این است که این فرزندان و این خانواده ارتباطشون با جامعه خیلی بیشتر از پدرانشون و مادرانشون است شما یک پرونده فساد مالی داشتید که در اون تبرعه شدید به این میرسیم که چطور قضیه حل و فصل شد ولی اینطور گفته میشه که شما یک کارمند سابق هلال احمر بودید کارمند پیمانی در سال 86 از طرف مدیر عامل وقت یا مدیر عامل وقت سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر به عنوان عضو هیئت مدیره شرکتی به نام شرکت رشد معرفی میشه و در سال 88 یعنی ظرف دو سال توسط مجمع عمومی فوقلاده به عنوان مدیر عامل شرکت رشد انتخاب میشه بعد شرکت رشد رو هم در سال 93 به نام خودتون منتقل میکنید خیلی ها میپرسند که چطور یک جوان 20 چند ساله حدود سی، کمتر از 30 سال در ظرف دو سال یا حتی کمتر تبدیل میشه به مدیر عامل یک شرکت موفق ما در سال 1402 شما دارید یک سالی رو مطرح میکنید مربوط به سال, سال 86 کل این اتفاق سال 86 تا امروز که 94 هستیم این که شما چجوری رفتی وارد اون شرکت شدی نقش شد امروزی که هست. 1402 1402 هستیم شما چه جوری وارد شرکت شدید نقشتون چی بود اونجا چه جوری به این جایگاه ها رسید و رابطه با پدر و رانت و چه و چه و اینها خروجی همه اینها چی بوده خروجی همه اینها یک پرونده ای بوده که در این پرونده شما بابت یک اتهام 18 هزار یورویی که در وقت خودش بوده 18 میلیون تومان محکوم شدی به زندان و 7 سال به زندان محکوم شدی بابت این یعنی یک پرونده ای که سالیان سال حداقل ده سال راجبش صحبت میشده به عنوان پرونده فساد مالی و پرونده اختلاس و چه و اینها راجب همچین ارقامی اولا شما تخلق نه، ما در مورد اون پرونده صحبت می به تفصیل هم صحبت میکنیم. می کنیم شما میتونید خیلی واضح و روشن و البته موجز در موردش توضیح بدید ولی سوالی در جامعه مطرحه صرف نظر از اینکه حالا شما در تبروی شدید دیگه پرونده علیه شما باز بوده اون پرونده حل و فصل شده اینا میگن که یک جوانی که سی سالش نشده چطور میشه مدیر عامل شرکت رشد یک شرکت در آلمان که وابسته است به هلال احمر آیا موقعیت خانوادگی این فرد آقای یاسین رامین در این که ظرف دو سال بشه مدیر عامل این شرکت مؤثر بوده یا نه آخه پاسخ این سوال خیلی شفافه اگر شما سوالتون این است که در جمهوری اسلامی افراد به واسطه ارتباطشون با مسئولین ارتباط نسبی شما مسئولین به پست و مقام و جایگاه میرسن پاسخش بله است ما این در مورد شما هم بله بوده یعنی به خاطر ارتباط نسبیتون شما به جایگاه و پست و مقام رسیدید اصلا پاسخ من در باور جامعه تفاوت ایجاد نمیکنه چه بگم بله ده. چه بگم نه ما در مورد باور جامعه صحبت نمیکنیم شما رو به روی دوربین من رو به روی دوربین میذارم برای این باور جامعه که در جمهوری اسلامی افراد به واسطه نسبت فامیلیشون به خیلی امکانات و پست و اینها میرسن اصلا دلیل ندارم من راجع به خودم صحبت بکنم بله یا نه در جمهوری اسلامی اتفاق میفته بله درست اگر بخواید در مورد خودتون و در مورد اینکه چطور مدیر عامل شرکت رشد شدید صحبت بکنید چه یعنی ارتباط شما با محمد علی رامین باعث شده که شما بشید مدیر عامل ملاحظاتی صورت گرفته که شما برسید به این مقام ممکن اینجوری بوده باشه همچین چیزی خوب. <تصفح> حالا شما در پرونده شما متهم شدید به سه فقره یکی خیانت در امانت و تصاحب بیشتر بیشتر از 873 هزار یورو یکی خیانت در امانت و انتقال مال غیر که میشه سهام شرکت رشد رو به ارزش 540 هزار یورو به نام خودتون کردید و یکم خیانت در امانات و انتقال مال غیر و فروش یک خودرو به مبلغ 18000 هزار یورو در, در این موارد در ابتدا شما 17 سال حکم زندان گرفتین که 7 سالش قابل اجرا بوده و بعد تبرئه شدین خیلی روشن نیست که چطور تبرئه شدید چه اتفاقی افتاد که قاضی اتهام های شما رو وارد ندونست من باید راجع به این سال باید جامع پاسخ بدم یعنی پاسخ خواهشاً که من پاسخ جامع رو درست. بتونم بدم خب یکی یکی شروع می‌کنیم در مورد 700 در مورد و هزار یورو چه اتفاقی افتاد نه از اساس سوال رو عرض میکنم. ببینید یک پرونده وجود داشته با سه فقره اتهام که در این فقره سه فقره اتهام اینها در یک تاریخی مطرح میشه در یک تاریخی محکوم میشه در یک تاریخی تبرئه میشه این صورت مسئله است در چه تاریخی این موارد مطرح میشه در, در, تاریخی که ازدواج یاسین رامین با مهناز افشار در حال شکلیه و شکل میگیره حدوداً سال پر... 93 93 پس این تقارن یک درست من, میخوام صورت مسئله رو باز بکنم یک یاسین رامین یک سری فعالیت هایی که در سابق داشته در سنوات قبل داشته همزمان با ازدواجش این فعالیت ها میاد به بحث گذاشته میشه میاد مطرح میشه در حد اول رسانه ای بعد تبدیل میشه به یک پرونده ای بلا فاصله آنچه که متن شکایت تبدیل میشه به کیفرخواست کیفرخواست یاسین رامی میره زندان و یاسین رامی محکوم میشه درست اینها فاصله زمانی رو شما در نظر بگیرید فعالیت مال کی بوده سال 86 87 88 اتفاقات کی افتاده در سال 93 94 پس این یک تقارن مطرح شدن موضوع با موضوع ازدواج یعنی شما میگه که ازدواج شما با خانم افشار یکی از دلایلی بوده که ادهی رفتن و برای شما پرونده سازی کردن قطعا این چه خب. بوده این, این یه نکته نکته بعدی که میخواستید بیان بکنید نکته دوم یک سوالی مطرحه که این یاسین رامین با این پرونده چرا با این پرونده چون این پرونده بسیار پرسر صدا بوده وقتی به بطنش نگاه میکنید با سر صدایی که وجود داشته اصلا این دوتا با هم نسبتی نداره اما یاسین رایم با چه پرونده پر سر صدایی میشه سال شما اینه بله. میگید که این موارد تامی وجود داشته شما چطور اول محکوم میشی بعد تبرئه میشی یک اگر کسی باورمند به سیستم قضایی در جمهوری اسلامی است و باورمند به این هست که این شکایت این کیفرخواست و این محکومیت به حق بوده پس باید همون به همون شکلم باورمند به سیستم قضایی جمهوری اسلامی باشه و بگه پس این تبرعه هم به حق. اگر کسی اساساً باورمند به سیستم قضایی در جمهوری اسلامی نیست پس باید از اول بگه که این محکومیت محکومیت نابحق بوده، نابجایی بوده. نمیشه شما بخشی از این تیکر رو بگیرید، بخشی از اون تیکر رو بگیرید. موقعی که پرونده مطرح میشه و محکومیت سیستم قضایی خوبه، موقعی که تبدیل به تبرعه میشه، سیستم قضایی و جمهوری اسلامی بده. پس این موضوع دوم یعنی شما در یک کانتکست با یک نوع قضاوت باید هم ابتداش رو و هم انتهاش رو مورد قضاوت قرار بدیم در اتفاق حالا در ارتباط با بطنش در ارتباط با بطن خود پرونده سه تا, سه تا اتهام بود یکیش انتقال مال غیر در خصوص یک رقم 870 هزار یورویی درسته؟ بله 873 هزار یورو عنوانش چی هست چون خیلی گذشته خیانت در امانت خیانت در تصاحب بیشتر از این رقم خیانت در امانت بله. یکی انتقال مال غیر در ارتباط با سهام این شرکته و یکی انتقال مال غیر که اون رقم بله. هزار یورو کرس کردن در خودش خود رو این ستا ستا رو من میخوام خدمت شما باز بکنم توضیح بدم یک آنچه که مربوط به رقم اون 870000 یورو چه چیزی مورد ادعاست میگن یاسین رامین یک وجهی رو از هلال احمر گرفته و تحویل فروشنده ی آلمانی نداده اولا درسته به خاطر واردات تجهیزات پزشکی یه وجهی رو دریافت کرده تجهیزات پزشکی داده شده ولی شرکت آلمانی گفته که ما رو نگرفتیم زنده باد پس هلال احمر وقتی به عنوان خریدار طرف فروشندهش بنده هستم شرکت روش در آلمان که بنده مدیر عاملش بودم من فروشنده به هلال احمر بودم من یه کالایی رو تحویل دادم و یه پولی رو باید دریافت میکردم اینجا ما رابطه تجاری با هم داریم اگر شما کالایی دریافت کردید و دارید ادعا میکنید که پولش رو هم پرداخت کردید شما پس حق هیچ گونه اعتراضی ندارید اگر شخص سالسی وجود داره یک تولید کننده آلمانی وجود داره که او شکایت داره او داره میگه من پولم رو دریافت نکردم چرا هلال احمر جمهوری اسلامی به وکالت از یه شرکت آلمانی در آلمان تر میکنه بنده که مقیم آلمان هستم در آلمان زندگی میکنم شرکت روشم در آلمان بوده این اتفاق تجاری هم در آلمانه طرح شکایت باید در آلمان اتفاق میافتاد توسط شرکت آلمانی که ادعا کرده پس اصلا این صورت مسئله یک صورت مسئله دروغ ساختگی موضوع دوم در ارتباط با سهام شرکت سهام شرکت اون شرکت یک شرکتی بوده که متعلق به جمعیت هلال احمر بوده از اول تا انتها سهامدارانش سهامداران آلمانی بودن که اینها امانتدار سهام جمعیت هلال احمر بودن اینجا توضیح من بدم که در مورد شرکت رشد داریم صحبت میکنیم که سهام شرکت رشد به ارزش 540 هزار یورو مورد بحث ماست درسته؟ بله در, ارتباط با عنوان تامی دوم که انتقال سهام شرکت به خود بوده درسته؟ این, این بله، حکومت این شرکت پس سهامش همواره یعنی مالکیتش مال هلال احمر بوده سهامدارانش سهامداران آلمانی بودند که امانتدار سهام هلال احمر بودند درست بله این امانت رو بنده به نمایندگی از جمعیت هلال احمر منتقل کرده بودم به این آلمانی ها در روز ابتدا این شرکت تعطیل میشه فعالیتش متوقف میشه شرکت تعطیل میشه دیگه نه دفتری داشته نه فعالیتی داشته نه هیچی. این رابطه ای امانتداری بین سهامداران و جمعیت هلال احمر همچنان برقرار بوده این ارتباط روی کاغذ وجود داشته در عمل دیگه وجود نداشته چند سال از این ماجرا میگذره سال 91، 92, 93, 94 پس از گذشته این سالها که شرکت تعطیل و دیگه ورود وجود خارجی ندارد بنده هم در ایران هستم و درگیر اتهامات هلال احمر شدم کسی دیگه پاسخگوی وضع موجود شرکت در آلمان نبود و سهامداران به کرات نامنگاری کرده بودن هم با بنده و هم با جمعیت الال احمر اینها میروند امانتداری خودشون رو فسق میکنن و سهام رو بر می به کسی که سهام رو بهشون داده بوده یاسین رامین به نمایندگی از جمعیت الال احمر پس اینجا نه بنده سهامی منتقل کردم نه اصلا شرکتی وجود داشته شرکت سالها قبل فعالیتش متوقف بوده تعطیل بوده کسی که امانتدار سهام بوده سهام رو برمیگردونه به امانت دهنده که یاسین رامین به نمایندگی جمعیت هلال احمر بوده و هرگز هم اون شرکت بعد از اون دیگه نوجود داشته نه فعالیتی داشته تخلف باید یک دلیلی داشته باشه دیگه یعنی شما باید یه سهام رو به خودتون منتقل بکنید که یه کاری باش بکنید دیگه نه یه شرکتی که دیگه وجود نداره سه. فعالیت نمیکنه و بعدش هم وجود نداشته این مورد, مورد, مورد دوم مورد اتهامی سوم خر... فروش یک خودروی جگوار به مبلغ 18000 یورو بوده بله فروش خود روی شرکت به مبلغ 18 هزار یورو بابت این بنده 7 سال محکوم به زندان شدم 18 هزار یورو یعنی معادل 18 میلیون تومن در وقت خودش یک پرونده ای که 10 سال این حجم راجع بهش سر و صدا شده این حجم بهش پر، پرداخته شد اختلاس و تخلف مالی و آغازاده خاص و ازدواج نمیدونم فلان و زندگی منفعت طلبانه کل چیزی که در پرونده وجود داره که این واقعی است یه خودری واقعا وجود داشته اون دو تا رو عرض می‌کنم اصلا وجود نداشته شرکت تعطیل بوده چه تمام شرکتی اصلا کسی به کسی چیزی منتقل نکرده شرکت آلمانی طلبکار نبوده اون دو تا از اساس دارم عرض میکنم دروغ سومی وجود داشته شرکتی خودرویی داشته بله این خودرو رو که یه کسی خریده بوده یه کسی هم فروخته بوده مدیر عامل وقت خریده بوده مدیر عامل وقت هم فروخته بوده مثل همه مسائل دیگه ای که در یک شرکت اتفاق میفته فعالیت های تجاری بسیار بسیار کلانتر دارایی‌های دیگه این هم بخشیش بوده این هم یک تونش بوده اما اساسا کل این حجم از سر صدا راجع به 18 یورو بوده شما به نظرتون باور میکنید که یک تخلف 18 هزار یورویی از بنده سر بزنه از بنده چرا از بنده شما هر, هر آدمی جایز و است اما یاسین رامین با اون حجم از سر و صدا با اون حجم از جنجال یک تخلف ۱ هزار یورویی باعث محکومیت 10 سال زندان میشه در جایی که شما میفرمایید آدم ها با نسبت با روابط پست و مقام میگیرن شما با یک تخلف 18 هزار یورویی همه اونها از شما گرفته میشه خیر پس اساسا من به محتوای پرونده پرداختم اما میخوام مو... حالا بازش بکنم عرض کردم طلاقی مطرح شدن پرونده فساد مالی با موضوع ازدواج و اتفاقات بعدش موقعی که این ازدواج مطرح میشه من برمیگردم به سال اولیه شما در خصوص ازدواج اه... یکی از موضوعاتی که مطرح میشه به ویژه پیرامون خانم مهناز افشار اینه که ایشون یک ازدواجی انجام میده با یک آقازاده حکومتی یک ازدواج حکومتی انجام میده در راستای منافع مالی منافع جایگاهی و یک انفیاد... اسمش رو میزن ازدواج منفع طلبانه اینو من امروز میخوام برای اولین بار راجبش صحبت بکنم و این اتهام بزرگ رو که ظلم بوده به طرفداران ایشون ظلم بوده به شخص ایشون ظلم بوده به کسانی که ایشون رو دوست می داشتن. این رو من میخوام باز بکنم ازدواج یاسین راین با مهناز افشار نه تنها یک ازدواج حکومتی نبوده بلکه یک ازدواج ضد حکومتی بوده با همین شفافیت که خدمت شما عرض میکنم بنده پیش از ایشون یک ازدواج دیگری داشتم ازدواج من با یک چهره با فرزند یک چهره امنیتی نظامی در بالاترین رده های جمهوری اسلامی میتونید اسم ببرید نه نام نمیتونم ببرم اما دارم تاکید میکنم یک چهره امنیتی نظامی در بالاترین رده های جمهوری اسلامی عقد ازدواج اول بنده رو آیت الله العظما امام خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عقد این ازدواج بودن من دارم این تعبیر آیت الله العظما امام خامنه رهبر جمهوری اسلامی رو دارم از زاویه جمهوری اسلامی عرض میکنم خودتون باور ندارید الان قطعا خیر قطعا خیر رهبر یک کشور عاقد شماست در یک ازدواج کاملا سیاسی فرزند معاون مطبوعاتی وقت با یک چهره امنیتی نظامی عقد اون ازدواج رو بالاترین شخص کشور بالاترین مقام کشور عقد اون هست شما بعد از سالها از اون عکسی دارید از مراسم عقد خیر من عرض میکنم نه نامی میبرم نه به جزئیاتی الان میپردازم من یک نه. چیزی رو که تا حالا راجع صحبت نکردم الان اینجا دارم باز میکنم برای مخاطبینی که علاقه مند به دانستن واقعیت ها هستند این باعث نمیشه که خیلی دیگران شاید تغییر روی کرد بدن تغییر نگرش بدن راجع به اتفاقات اما هستند بخشی از جامعه که میخوان این سری موضوعات رو بدونن پس یاسین رامین که ازدواجی داشته که در اون ازدواج یک مقام امنیتی نظامی فرزندش با یک مقام سیاسی ازدواج میکنه عاقد اون عقد رهبر اون کشور هست بعد از سالها این ازدواج منتج به جدایی میشه یک جدا شدن در یک ازدواج سیاسی حاکمیتی امنیتی نظامی این خودش یک خط قرمزی است که شما رد میکنید دو جدا شدن از یک ازدواجی از یک زندگی که عقدش رو آقای خامنه رهبر اون کشور خونده این خودش خط قرمز دومه سوم شما از اون زندگی خارج میشید ازدواج دیگری رو انجام میدید با یک چهره کاملا متفاوت با یک چهره هنرمند با یک بازیگری که نسبتاً منتقد سیاسی بوده با یک هنرمندی که در جریان دیگری از فضای سیاسی تعریف می شده این خط قرمز چار روم شماست خط قرمز پنجم شما از عقدی که آقای خامنه ای خونده ازدواج دومت رو با مهناز افشار عقدش رو آقای خاتمی میخونه آقای خاتمی که در اون لحظه رئیس جمهور کشور نیست بلکه سران فتنه است. باز سال 1393 در زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی بله. روحانی. درست. یعنی شما از عقد رهبر انقلاب خارج میشی، وارد عقد رهبر فتنه میشی. این خط قرمز پنجم بوده. اما همه اینها رو خانم مهناز افشار در روزی که ما تصمیم به ازدواج میخواستیم بگیریم یا راجع به ازدواج صحبت که ایشون اینا رو نمیدونسته ایشون هرگز نمیدونسته که یاسین رامین یک ازدواج دیگری داشته در چنین ابعادی اینکه بند بنده مزوج بودم رو ایشون میدونسته اما با کی چی و چه جوریشو نمیدونسته ایشون من فقط گذرا به ایشون گفته بودم که نگران یه سری حاشیه های هستم و ایشون گفته بودم که ما از اون حاشیه ها عبور خواهیم کرد ایشون کی متوجه عمق فاجعه میشن در روزی که تعدادی ماشین حمله ور میشن به منزل ایشون در شمال شهر تهران لحظه ای که ایشون بر اساس سر و صداهایی که اتفاق میفته میان از آپارتمان میان بیرون جلوی در با سر شکسته خونی من و با پیرن خونی من مواجه میشن و برادر من اونجا میبینن که داره مورد ضرب و شتم قرار میگیره چون داشته از این فضا پاسداری میکرده چون خواسته جلوگیری بکنه از اون اتفاقاتی که داشته میفته میافتاده ایشون برای اولین بار متوجه میشه که چه اتفاقی داره میفته کی شما رو مورد ضرب و شتم می قرار میده کی به شما حمله میکنه تعدادی ماشین حمله ور میشن به اون خونه ایشون موقعی متوجه میشه چه اتفاقی داره میفته موقعی که توی خیابون جردن یه ماشین میپیچه جلوشون و ایشون رو تهدید میکنه به اینکه این ازدواج رو شکل نده پس موقعی ایشون تصمیم به ازدواج گرفت که قطعا میدانست که این ازدواج یک ازدواج ضد حکومتی است نه ازدواج ا... حکومتی لا. نه بر اساس منفعت اینجا مایلم یه نکته روشن بشه کسانی که مورد شما رو مورد ضرب و شتم قرار میدن آیا انگیزه های شخصی داشتن مثلا ممکنه که از بستگان همسر سابق شما بوده باشن یا نه انگیزه سیاسی داشتن مثلا دستگاه های امنیتی بودن یا هم مثلا ممکنه موضوع دیگه در میان بوده ببینید وقتی اعضای دستگاه امنیتی مسلح یک مسلح بودن یک اتفاقی رو پدید میارن تفکیک اینکه حالا انگیزه شخصی دارن یا انگیزه حقوق حکومتی و امنیتی دارن این برای شما برداشت سن. خودتون چیه؟ من همه ماجرا رو دارم سعی میکنم برای شما و بینندگان تشریح بکنم برداشت برداشت آزاده شما میتونید بگید که نه قرار شخصی بوده یا هرچه دارم به شما عرض میکنم که ازدواج مهناز افشار با یاسین رامین نه تنها ازدواج حکومتی نبوده نه تنها ازدواج منفعت طلبان نبوده بلکه مشخصا یک ازدواج ضد حکومتی بوده و عالم به این که بسیاری از منفعت ها و جایگاه ها رو ممکنه شما دست بدید جمله این که ما هرگز به شما اجازه نمیدیم زندگی بکنید جمله است که به ایشون گفته شده به من گفته شده تهدیدی است که به انواع مختلف به ایشون زده شده پس این اتهام اتهام سنگینیه به ایشون که ایشون یک ازدواج منفعت طلبانه و حکومتی داشته خب آقای رامین شما در مورد مسئله متعدد صحبت کردید ولی این وسط موضوعی هست که خیلی به زندگی شخصی و حرفهی شما پیچیده و همینطور خانم افشار موضوع شیر خشک شما بارها اینو رد کردید ولی از اون موضوعاتی هست که یک عده ولکن ماجرا نیستن اگر خیلی کوتاه و بخواید یک بار برای همیشه این موضوع رو توضیح بدید چی در این باره دارید که بگید من خیلی شفاف عرض می بنده هرگز هرگز در زندگی کوچکترین ارتباطی با تجارت شیرخشک نداشتم یعنی اصلا کار من تجارت شیرخشک نبوده هرگز پس این که شیرخشکی آمده فاسد بوده هزاران نفر کور کشته شدن یک دروغی است که اساسا ماهیتا دروغه چون من فعالیت شیرخشک نداشتم اصلا به لحاظ علمی هم این دروغه چون بعدا من تحقیق کردم دیدم شیر وقتی تاریخ مصرفش بگذره ویتامین هاش و تاثیرگذاریش میاد پایین نه اینکه باعث مرگ و آسیب و کور شدن کودکان بشه پس هم به لحاظ علمی دروغه هم به لحاظ اصلش دروغه و این انتصاب این دروغ توضیح دادم که چرا اتفاق میفته یعنی یک ازدواجی که شما اول سعی میکنید با موضوعات اقتصادی بعد با موضوعات زرد با موضوعات مختلفی سعی میکنید بهش حمله بکنید و جامعه خیلی اهمیتی نمیده به اون هاشی که ایجاد میشه در گام بعدی یک طراحی صورت میگیره که عمیق ترین عواطف انسانی رو هدف قرار بده و هرگز به شما اجازه نده که شما سر بر بیاری این پاسخ اون جمله است که هرگز اجازه نمیدیم شما زندگی بکنید بله خب هیچ وقت شکایتی در این زمینه از شما شده خیر خب هیچ وقت شما علیه کسانی که این موضوع رو مطرح کردن شکایت کردید؟ بله بله هیچ وقت هیچ شکایتی در خصوص شیرخشک خشک از بنده نشده در نه در این پرونده نه هیچ پرونده دیگری هرگز موضوع, موضوع اصلا مطرح نبوده در جایی فقط که موضوع رسانه ای بوده منبع خبر کجاست؟ منبع خبر به نقل از اولین جایی که این خبر رو میزنه خبرگزاری فارس خبرگزاری صدا و سیما این دوتا منبع خبر هستند که تیترشون بود یاسین رامین در پرونده خشکای فاسد به 17 سال زندان محکوم شد خبرگزاری فارس و خبرگزاری صدا و سیما باز برمیگردن موضوع اول نمیگذاریم شما در ایران زندگی بکنید اونها که دسترسی به اطلاعاتشون از هر رسانه دیگه بالاتره هر دو بعد از نیم ساعت چهل خبر رو پاک کردن نوشتن تغییرش دادن به یاسین رامین به 17 سال زندان محکوم شد اما همه رسانه های داخلی و خارجی به نقل از خبرگزاری فارس زدن یاسین رامین در پرونده شیرخشکای فاسد محکوم شد ما شکایت کردیم از خبرگزاری های داخلی من جمله صدا و سیما و فارس روزنامه هایی که اینو زدن همه این پرونده ها بعد از مدت ها که رسیدگی نمیشد مختومه میشد دلیلی نداشت که به این رس... پرونده کسی ش... به این شکایت ها کسی رسیدگی بکنه بنده هرگز تجارت شیرخشک انجام ندادم هرگز نقشی در واردات شیرخشک نداشتم چه برسه به اینکه شیرخشکی فاصل تاریخ مصرف گذاشته باشه چه برسه به اینکه جنایتی مثل کورکشته شدن فرزندان نوزادان عزیز این کشور حالا اگر مهناز افشار میاد یه توییتی میزنه لشکر سایبری میان اون زیر شروع میکنن شیرخوش شیرخوش گفتن اونها مشخصه چرا این حرفو میان میزنن اونها این رو زحمت کشیدن براش تا این اتهام رو انقدر منتشر بکنن تا بتونن ازش بهره برداری بکنن اما عواطف پاک انسانی نباید تحت تاثیر قرار این بازی ها رو باید تشخیص بدن شما در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مدیر شرکت رشد شدید تلویحا هم پذیرفتید که ممکنه نسبت خانوادگی شما اینجا موثر بوده باشه بعد با اصلاح طلبان رابطه خوب پیدا کردید عقد شما رو یک بار آقای خامنه ای میبنده یک بار آقای خاتمی میبنده از ایران که خارج شدید مخالف دو آتشه حکومت میشید به نوعی هم هوادار رضا پهلوی از احمدی نژاد تا رضا پهلوی یا از آیت الله خامنه ای تا خاتمی خیلی راهه بعضی میگن که این یعنی مصداق بارز نان به نرخ روز خوردن یعنی از هر کدوم از هر طرف باد اومد ببخشید که من خیلی پوسکنده موضوع رو مطرح میکنم چه پاسخی دارید؟ چه پاسخی دارم؟ همون پاسخی که در جامعه اتفاق میفته جامعه مگه از محمد رضا پهلوی نرفت به سمت روح الله خمینی از روح الله خمینی مگه نرفت به سمت سید علی خامنه ای در همون مقطع مگه نیومدن به سمت هاشمی رفسنجانی رفتن برای یه سری تغییراتی بعد به سمت سید محمد خاتمی رفتن برای یه سری تغییراتی همه این تحول در جامعه ما اتفاق افتاده همه این سیر برای هم اتفاق افتاده برای امثال بنده شاید خیلی شدیدتر اتفاق افتاده دلیلش چیه دلیلش تجربیات متفاوت تجربیات تجربیات بیشتر و اطلاعات متفاوتی که به آدم میرسه البته من اینجا هم عرض بکنم شما هیچ گونه این که شما میفهمید از کجا به کجا رسیدید شما باید مثلا اینو بیاید مقایسه بکنید با فعالیت های قبلی بگید شما قبلا طرفدار و پاسدار چنین اندیشه هایی بودید امروز پاسدار طرفدار نه خیلی این نیست این که من به فراخور قرار گرفتن توی یک سری فضاهایی بالاخره بله در ارتباط بودم در ارتباط بودم در هشونش بودم این با باورها و اندیشه ها متفاوته شما باید برید سندی بیارید باید برید بازگشتی داشته باشید به اینکه رجوع بکنید به اینکه مثلا شما یک روزی از دیوار آمریکا رفتی بالا حالا داری در آمریکا زندگی میکنی این حتی خود این هم باشه این, این رو شما میتونید تو یک سری تعریف بکنید اما برای کسی که از دیوار آمریکا بالا نرفته امروز در آمریکا داره زندگی میکنه شما نمیتونید ببینید چی شد که سر از آمریکا در بردی. بله عرض میکنم بنده در فضاها و محیطهایی قرار داشتم اما باورها و اندیشه من شاید خیلی پیشترها هم متفاوت بود یک سری مصلحت هایی وجود داشت یک سری محدودیت هایی وجود داشت یک سری اجبار هایی وجود داشت که شاید هیچ وقت راجع به اینها صحبت نشده به اینها پرداخته نشده کما اینکه شما هم الان هم میبینید این اولین باره که من دارم راجع به خیلی چیزا صحبت میکنم این نیست که قبلا حرفای برعکسی میزدم حالا الان دارم حرفای جدیدی میزنم قبلا حرف نمیزدم قبلا حضوری نداشتم قبلا چیزی رو ابراز نمیکردم امروز دارم ابراز میکنم آقای رامین خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید متشکرم ممنون از شما و بینندگان عزیز که وقت گذاشتن و من این فرصت رو داشتم که یک سری حرف هایی که تا حالا زده نشده بود رو بهش بپردازم خیلی متشکرم سپاسگزارم خیلی ممنون